از خواهد بود. شما می توانید قبل از تماس نرخ مکالمات را در قسمت ریت چکر ببینید. در ضمن زمان امکان مکالمه با توجه به موجودی اعتبار شما در اینجا دیده می شود. اکنون با استفاده از صفحه شماره گیری پس از وارد کردن کد کشور و شهر مورد نظرتان شماره تلفن دلخواهتان را بگیرید. ریل تاک، ارزان‌ترین و مطمئن‌ترین راه ارتباط با عزیزانتان. بیزنس شما نیاز به مشتری دارد و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه کمتر از $1,000 در ماه تبلیغات شما را در هر استان و یا شهری پخش می‌کنیم. آگهی خود را به GLBiz بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. سلام و درود بر بینندگان بسیار عزیز تلویزیون پارس، با امیدی که همگی خوبی و خوشی و سلامتی دارین و هیچ ناراحتی ندارین، که میدونم تقریبا غیر ممکنه اگه آدم صبح بیدار بشه بدونه هیچ ناراحتی نداره یا هیچ دردی نداره، هیچ چیزی نداره، ممکن اتفاقات متأسفانه بدی افتاده باشه. در نتیجه باید همه قبول کنیم که اینا یه چیزای کاملا طبیعیه. من همونطور که اطلاع دارین خب سالیان دراز منطقه سانتا مونیکا و فیسبود و طرف های ریداندو بیچ و تورنس و اینا آفیس دارم، ولی الان مدتیه که افتخار این داشتم که چون تعداد بسیار زیادی از مریضامون به طرف های ولی اومدن در اینجا آفیس داشته باشم در شهر تارزانا. یه آفیس نسبتا مناسبیه به هر حال و افتخار میکنم که تعداد زیادی از هم بیمارای سابق و هم تعداد زیادی از افرادی که جدیدن دود کردن و دارن تشریف میارن که اگر هر کاری بتونیم انجام بدیم، خصوصا افرادی که در منطقه ولی زندگی میکردن مشکل بسیار زیادی داشتن در مورد اینکه وقتی مدیکل دارن آقایون پزشکی که اغلبشون شروع کردن فقط زیبایی کار کردن و از این چیزا، خب نمیبینن، 5 ماه 6 ماه وقت میدن و گرفتاری دارن برای این چیزا. به همین دلیل اینجا رو باز کردم و تقریبا فکر کنم تمام یا شاید اغلب بیمه ها رو برای، چون من همیشه بودم تو بیمه ها، اینه که الان دارم و اگر کسایی که بخوان به اسم کامران بروخین، آره یا کامران بروخین MDPC، ولی کامران بروخین همین بزنین میتونین اگر دلتون بخواد به هر حال به ما تشریف بیارین در خدمتون باشیم، و اگر همین که اشکالی باشه که نتونین ببینینتون در همون روز یه چیزی، اطمینان خاطر داشته باشین که به سرعت با یا تلفن یا توسط کامپیوتر تلمدیسین و همه صحبت میکنیم، که الان تعدادی بسیار زیادی از افراد دنیا از روی تلمدیسین بیشتر دارن کار میکنن. در نتیجه مثل اینه که من همون وستفود هم، مثل اینه که من هنوز ریداندو بیچ هم، مثل اینه که من خلاصه هر جایی نزدیک همونجا هستم. به هر حال اگر کسایی که علاقمند باشین میتونین از بیمه‌های خودتون نگاه کنین، اونایی که HMO دارن، اونایی که HMO ندارن که طبیعتاً مریضای آزادن میتونن صحبت کنن، و تلفن های آفیس ها من هم گذاشته شده و شما میتونید ملاحظه کنید و ببینید که شما را خیلی آسونه که 310-999-8383 دیگرش هم از 818-8-750-750. برای بسیار خوشحال میشم که اگر که تشریف بیارید، به خصوص کسی که واقعا داره کارهای آفیس ها انجام میده، آتوس های عزیز، که خیلی از افرادی که در ولی هستن میشناسنشون، واقعا با عشق و علاقه به همه مریضا داره میرسه و من ازش خیلی متشکرم واقعا، چون صمیمانه کارشو داره انجام میده به اضافه بقیه کارمندایی که داریم، که از همشون متشکرم. فرانک بقیه حضورتون عرض کنم که چیزی که الان گرفتاری بسیار بزرگی شده و همینطور که اطلاع داریم الان چندین دارو برای چاقی اومده و این چاقی داستانی که بسیار بسیار مهمه که ما
هر کاری که میخوایم انجام بدیم واقعا درست انجام بدیم. به طور کلی اگه دقت کرده باشین، اصولا بیسیک متابولیک ایندکس یه چیزی که تشخیص میدن که آدم چاق یا چاق نیست، و اگر کمتر از اگر کسایی که کمتر از 25 هستن چاق نیستن، اگه کسایی که بیشتر از 25 هستن اینا اوورویتن، اگه کسایی که بالای 30 هستن اینا دیگه به عنوان چاق چاق حساب میشن. بعد افراد دیگر هم اگه بخوایم بدونیم، برای مهمترین مسئله اینه که بیشتر افراد متاسفانه به سنترال اوبیسیتی میگن، خود شکم بزرگ میشه. و همینطوری که قبلا بارها من در مورد این صحبت کردم، این متابولیک سیندروم میده که فشار خون بالاست، قند خون بالاست و دور شکم بزرگه. حالا اگر بالای 94 سانتی متر یا 37 اینچ باشه، و حضورتون عرض کنم در مورد آقایون و در مورد خانما از 80 تا 31.5 اینچ باشه، 80 سانتی متر و 31.5، اینا آدمایی هستند که ریسکن. کسایی که برایشون خیلی خطرناکه و ریسک بالا دارن، کسایی هستن که دور شکمشون 102 یا از 40 به بالاست، 40 اینچ به بالاست، یا اصولا از 88 سانتی متر یا 35 اینچ به بالا. علتی که سانتی متر هم عرض میکنم چون تعداد بسیار زیادی از افراد متاسفانه واقعا دقت نمیکنن، به اضافه اینکه سانتی متر رو بیشتر فقط و فقط برای افرادی که در جای دیگه هستن و سانتی متر استفاده میکنن عرض کردم. به هر حال اصولا یک پوند فت معادل 3500 کیلوکالری انرژی ایجاد میکنه، یعنی شما ملاحظه بفرمایید چجوری. حالا اگر این که نگاه بکنیم، افرادی که چاق میشن در 39% از مردا، 40% از خانوما در امریکا اوورویت هم، که این مسئله که هر حال مشکل بزرگ ایجاد کرد. دیگه در دنیا 11% از مرد و 15% از مردم، و این داستانی خیلی الان چاقی در تمام دنیا داری واقعا غوغا میکنه. در 20 سال گذشته در حدود 3 برابر شده، و 18% از بچه ها با کمال تأسف الان چاق، که خیلی کار واقعا بد و اشکالداری خواهد در مورد ایسی. از کسایی که خیلی چاق میشن، افراد خاورمیانه خیلی خیلی بیشتر چاق میشن، و افرادی که پاسیفیک آیلند و قسمت های آسیا و چاینا و اونا گرفتاری در اونجا هم هست. البته در کشورهای آسیایی یه مقداری واقعا بهتر غذا میخورن بعضی هاشون. اثر چاقی در به حساب واقعا کشتار مردم واقعا 20-40% اضافه شده، هم در مورد خانوما هم در مورد آقایون. اینه که این چاقی رو نمیبایستی همچنین خیلی سرسری بگیریم. اگر این که کسایی که خیلی خیلی چاقن و از بالای 80 پوند اضافه وزن دارن، بین 3-12 سال کمتر از بقیه آدم ها زندگی، و اگر کسایی که حتی اسموکر هم نیستن، سیگاری نیستن، قلیونی نیستن، از بقیه چیزهای دیگه استفاده نمی کنن، این افراد اگر 29 پوند اضافه داشته باشن، اینا زمان عمرشون کمتر میشه. حالا اگر همین آدم ها و سیگاری هم باشن، طبیعتا تعداد یعنی خیلی خیلی سریعتر و واقعا متاسفانه فوت میکنن، و خیلی از این افراد که سیگاری هن و چاقن حدود 60 سال و اینا واقعا ممکنه زنده باشن. البته بعضی هم ممکنه خیلی بیشتر باشن، بعضی هم کمتر، ولی به طور کلی میگن اینا، این افراد حدود 21 سال کمتر از آدم های دیگه زندگی میکنن.
این جریان یک چیز بسیار بسیار مشکلی. حالا چه علتی هست که اصلا آدم چاق میشه؟ الان ثابت شده که چندین هورمون در اضافه کردن چربی دخالت دارن. یک هورمونیه به اسم لپتین که این از هایپوتالاموس ایجاد میشه و وقتی که این ایجاد میشه اشتهای آدم خیلی بیشتر میشه. پس در نتیجه اگر تشریف بردین پیش پزشکاتون خواهش کنین که لپتین شما رو هم امتحان کنن که مطمئنم تعداد زیادی ممکنه نشده باشه. و این موقعی که لپتین موقعی که ترشح میشه اینسولین هم که ترشح میشه اشتها رو بالاتر میبرن اینا این دوتا. بعد همینطوری که این میزان متابولیک ریت رو بالا میبره و افرادی که چاقن این افراد معمولا لپتینشون بالاست و بهشون میگن که افرادی که برای پر خورن. یکی دیگه از اینا هست گرلینه. حالا من دیگه چیزهای خیلی زیادم نباید و از بقیه هورمونایی که دیگه ممکنه که ایجاد اشکال بکنن که اپتایت رو ایجاد میکنه رسیستین گلوکاکون و تومور نکروزیس. یه چیزایی به هر حال که تومور نکروزیس یعنی اگر تومورهایی که از بین میرن اینا یه چیزایی به اسم پلاسمیدوژن ترشح میکنن. حالا اصطلاحات پزشکی رو واقعا دارم نمیخوام خیلی بگم ولی چیزی که بیشتر که همیشه من خدمتتون عرض کردم و واقعا کشدار داره میکنه همین متابولیک سیندرومه که چاقی هست، قند خون بالاست که معمولا این افراد تایپ 2 دیابتیس دارن یعنی مرض قند دارن این افراد و فشار خون بالا دارن، چربی بالا دارن و معمولا اینا یک مقدار زیادی احتمال اینکه سکس به خاطر اشکالاتی که در پروترومبیک یعنی بر لخته شدن این چیزا ایجاد میشه و سکته های مختلف ایجاد میکنن که اشکال فوق العاده زیادی ایجاد میکنه. از چیزهای دیگری که ما گرفتاری داریم برای چاقی اینسولین رزیستنت آن به طور کلی همونطوری که میدونید علت دیابتیک هم همینه که اینسولین رزیستنتن و این افراد طوری میشه که بیشتر شکم و این چیزاشون اضافه میشه. البته ثابت شده که افرادی که در خانواده‌شون چاقن بیشتر چاق میشن. بعد عوامل دیگری هم البته وجود داره که بایستی توجه داشته باشیم. کسایی که از ژنتیکشون اگر مثلا یه برادر باشه اون یکی هم هست و خیلی چیزایی واقعا مدیکال انقدر چیزایی جدید در مورد چاقی اومده که اصلا اینا رو ما هیچ کدوم نداشتیم و اگر که اینا باشه من کسایی که اومدن اینجا و واقعا برای درمان چاقی همه دیدن که شاید حدود یک ساعت هر کسی که چاق باشه تقریبا بهش وقت میذاریم که بتونیم قشنگ همه این چیزها رو بررسی کنیم ببینیم چه چیزهایی هست. بعدش حضورتون عرض کنم که همینطور که عرض کردم واقعا چاقی عمر آدم ها رو خیلی کم میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که مطمئنن افراد چاق فشار خون بالا دارن، قند دارن، بیماری قلبی دارن، بیماری سکتهای مغزی کردن، کیسه صفرشون گرفتاری داشته، اسلیپ اپنیا، ایست تنفسی دارن و آرتروز، آستئوآرترایتیس که تمام بدنشون درد میگیره. بعد خیلی جالبه که کنسر هم معمولا در کسایی بیشتر ایجاد میشه که به خصوص در مورد سینه و پروستات و کلون و نری و کبد افرادی که چاقترن احتمال خیلی زیاد این افراد شانس گرفتن چیزشون فوق العاده بیشتر سرطان ها. یعنی همین سرطان هایی که عرض کردم خصوصا برست و پروستات واقعا به اضافه کردن وزن خیلی خیلی با گوین که ما خیلی افراد هم داریم که
لاغن رو میگیره، من که فکر کنیم که حتما این باشی 100% باشه. پزشکی هیچ وقتی چیزی 100% نیست، همیشه یه درصدهایی کاملا متفاوته. بعد افرادی که فشار خون به خصوص چاقن و در سنین 20 تا 45 سالگی میگیرن، اینا واقعا ریسکایی که دارن بسیار بسیار، یعنی افراد جوانی که چاقن با جون خودشون بازی میکنن که اگر ادامه بدن چاقی رو. بعد شانسی افرادی که چاق میشن، شانسی گرفتن مرض قندشون که کلسترولشون بالا باشه تقریبا 2.9 یعنی 3 برابر اضافه میشه و اشکالات بسیار زیادی هم طور که عرض کردن برای این افراد ایجاد میشه. الان یه خوشبختانه تعداد زیادی دارو یک دفعه شناخته شده که این افراد معمولا وزن آدم ها رو تغییر میدن. یکی از اونا کسایی که بیشتر آشنایی دارن با آمیتریپتیلین که دوایی بسیار خوبی برای خواب واقعا، این افراده. کسایی که میترازپریل رو میگیرن که همه فکر کنم تقریبا همه شما داری میگیرین، یعنی همه شما نه ولی تعداد افرادی که دارن میگیرن بسیار زیاده. کسایی که گلیبراید میگیرن، سیتاپلین میگیرن، اولانزاپین میگیرن، کوتاپین میگیرن و دواهای مختلف عصبی به طور کلی، این افراد معمولا با اضافه وزن اشکال دارن. از طرف دیگه اضافه وزن معمولا در افرادی که بیماری های متفاوتی مثل بیماری کمکاری تیروئید دارن، پرکاری هایپرکورتیزم دارن، هایپوتالامیک دیسفانکشن، گروت هورمون دفیشنسی و چندین بیماری مختلف دارن که واقعا اینا کسایی که کمبود تستوسترون دارن و هورموناشون اشکال داره، به طور کلی بهش میگیم هایپوگونادیسم یا اینسولین ما دارن. طرف دیگه هم افرادی که همه متوجه شدیم، افرادی که به یاد میرسن، این افراد مسلم تعداد چیزشون به ما مزد ما تلفن داشتیم، ببخشید برو تو تلفن، من حواسم به تلفن نبود، تلفن رو تلفن بعد سلام عرض کردم، بفرمایید. ببخشید فکر کردم خط داری. بعد من یه تلفن اینجا دیدم فکر کردم خط داری. حضورتون عرض کنم که در مورد افرادی که این مرض رو دارن، حالا چه چیزی رو ما باید بگیریم؟ وقتی که میاد، کسی که میاد واقعا این بسیار مهمه که همینطور که اومد نگیم تو باید این کار بکنی این کار بکنی، گرفتن یک سابقه ای که از کی وزنش اضافه شد، آیا این آدم همش دایت میگرفته یا نمیگرفته، آیا جریان خوردن غذاش کاملا متفاوت بوده، آیا آدمیه که همش نشسته یا راه میره، آیا کسیه که بیماری روانی داشته و داروهای روانی استفاده میکنه که این و این داروهایی که به طور کلی استفاده میشه که خیلی از این داروهای سایکوتیک، مثلا اگر دقت کردین کسایی که داروهایی برای آروم کردنشون داده میشه، این افراد بسیار چاق میشن و که حتما باید امتحان بشن و احتمال بسیار زیاد مرض قند هم افراد میگیرن. بعد این افراد بسی فوق‌العاده دقیقا هم تمام قد و وزن و فشار خون و اکسیژنیشنشون و بی ام هایشون و تمام اینا باید دقیق گرفته بشه و این مسئله که فشار خون ضربان ها چند تاست، وزن چقدر، قدش چقدر، قد چیزش کمرش چقدره، قد شکمش چقدره، تمام این چیزهایی که لازمه
باید هم شکم گرفته بشه، هم بایستی باسن گرفته بشه در اون کسایی که چاقن به خصوص، و بعد ببینید که کدوم در این مناطق بیشتر این چربی ایستاده که بعد اصولا ما باید توجه داشته باشیم که این افراد چون بیماری قلبی بیشتر یا بیماری سکته بیشتر میگیرن، باید واقعا تمام اینا باید گرفته بشه که به بیمار نشون داده بشه که تو چقدر ریسکت بالاست. همینطوری عرض کردم بی ام آی و اینکه اندازه کمر و اندازه شکم و این چیزا گرفته بشه فوق العاده مهمه. البته چیزی هستش ماله برای اندازه‌گیری وزن اینا دکسا که من ندارم و یادم فکر نمی کنم که دیگه خیلی احتیاج باشه که آدم بره همه چیزها رو روی تکنولوژی بگیره. ما روی اساتیدمون شاد که میگفتن خودتون تصمیم بگیرید، همش اتکا به دستگاه‌های مختلف نکنید. افرادی که چاقن حتما باید چشمشون امتحان بشه توسط یه چشم پزشک، ته چشمشون حتما باید دیده بشه به خاطر اینکه احتمال اینکه ته چشم ایجاد گرفت، به خصوص کسایی که بعد پیش رتینال اسپشالیست شبکه اسپشالیست برن توسط اون افراد باید برن. بعد این افراد بایستی ویژوال فیلدشون که ببینن آیا واقعا تا چقدر میبینن، آیا محدود میبینن یا کامل میبینن. خواهش میکنم که حتما این کار بکنید. به اضافه اینکه تعدادی از این افراد ممکنه که قده ایپوفیزشون اشکال داشته باشه، گلو و این چیزا رو باید آدم کاملا باید ببینه، دندون رو باید نگاه کنی ببینی که چیه، باید گلو رو باید ببینی آیا واقعا بپرسی ببینی که آیا این بیمار مرتب نشخوار میکنه، دوباره بالا میاره یا نمیکنه. باید ببینیم که آیا توی مغزیش وقتی که چیز میکنه آدم باید از نظر عصبی امتحان کنه ببینه آیا بیماری عصبی چیزی نیستش که در این بیماری گرفتاری ایجاد بکنه. و واقعیت هم اینه که این مسئله فوق‌العاده مهمه که امتحانی که میخواد بشه امتحان همینطوری سرسری نشه. از طرف دیگه در مورد گردن حتما باید تیرویدو امتحان کرد، بایستی ببینی که آیا دو طرف لوبی جوری یا یه طرف نیستش. اغلب اوقات من به دلیل که چون داروی که میخوام بدم احتمال اینه داره که حالا بعدا راجع به صحبت میکنم، احتمال داره که در جریانات تیرویدی بایستی خیالمون راحت بشه بیماری تیرویدی خاصی رو نداشته باشیم، من آلتراساوند میرم میکنم. بعد خیلی مهمه که آدم گردن آدم ها رو گوش بده و ببینه که آیا بویی داره، یعنی که میکنه یا نمیکنه وقتی گوش میدین. مثل اینه که شما یه لوله آب دارین، اگر که پاتون رو بذارین روش فسفس میکنه دیگه. اگرم این لولای شریانه که به مغز میره تنگ شده باشن طبیعتاً چیه؟ فسفس میکنه. یعنی با همون یکی آدم میتونه بفهمه که واقعا بیمار احتمال سکته مغزی داره یا نداره. از طرف دیگه در مورد سینه بایستی نگاه کرد و ببینیم که آیا قلب آدم بزرگ شده نشده، یعنی چه سکته گرفته بشه. بایستی کاملا گوش داده بشه قلب که آیا به علتی که چاقی بوده صدای ناهنجار بیشتر داده نشه. بعدم باید حتما فشار خون کاملا اندازه‌گیری گرفته بشه. باید دیده بشه که آیا ریه کلپس کرده یا نکرده. یعنی اینا عواملی که در عاملی که در چاقیه خیلی خیلی زیاد واقعا خیلی محصر. علتی که نرز میکنم که بدونید اگر که دنبالش کار چاقیتون نرین این چیزها رو هم امتحان نکرده باشین خودتون دارین و دست خودتون برای خودتون گرفتاری جا میکنم. چیزی که مهمه در مورد شکم همینطور که عرض کردم وقتی نگاه میکنی خب بالاخره شکم ما گنده است. این موقع کووید واقعیت هم دیده که من از خودم متنفر شده بودم برای که شکمم بزرگ شد. هنوزم تازه کامل نتونستم از بین ببرم، ولی یه چیزی که بسیار بسیار به نظر من ناهنجار میکنه آدم. ولی خب دیگه سن میره بالا، فعالیت نمی کنیم، غذای مختلف میکنیم، این غذای بسیار خوشمزه ایرانی که واقعا نمیشه از جمع گذشته دیگه بالاخره میخوریم دیگه. از طرف دیگه حتما آزمایشاتی که
بایستی انجام بگیره. یعنی این چیزهایی که اگر کسی بخواد کامل کامل بدونه چی کار باید بکنه، قطعا آزمایشات زنان، آزمایشات مقعدی و نمیدونم این چیزها باید همه انجام بگیره، که اضافه این که خود ببخشید معذرت میخوام چون چیزی دیگه کلمات بیزار هم بایستی حتما امتحان کرد که ببینیم که نکنه اشکال در مورد بیزار داشته باشی. و از اولاد باید دیده بشه، دیده بشه که ببینیم چقدر از اولاد و همینطور استخونا ایجاد شده. برای که شما وقتی وزن زیاد دارین، دو تا ستون دارین، یه ساختمون گنده گذاشتین روش، طبیعتا این کلپس میکنه، تو کمر کلپس میکنه، توی زانو میکنه، توی هیپ میکنه، توی انتل میکنه، یعنی همه واقعا همه جا رو ایجاد اشکال میکنه. پوست باید دیده بشه، برای که گاهی اوقات یه تغییرات رنگی در پوست ایجاد میکنه، آکانتوزیس، اینا چیزی که در کوشین دیزیز اونایی که بیماری خاصی دارن در اونا دیده میشه که نکنه اونا باشه. حتما سینه باید دیده بشه، چون اغلب آقایونی که چاقن و همینطور خانمایی که چاقن سینه خیلی بزرگی دارن و به خصوص در آقایون واقعا این افراد باشه چک بشه. و به اضافه این که از سود و اینو باید تشخیص بدیم که ببینیم که نکنه بیمار اینا که سیناشون گنده است سود و گاینکومستی ها داشته باشن، که اونم باید صحتمند چیز بشه. و اینجا یه گریز بزنم به این که آقایون توجه داشته باشین، فقط خانوما بیماری سرطان سینه نمیگیرن، استدعا میکنم موقعی که شما تشریف برین حمومی جایی حتما امتحان کنه قطونه. امتحانش هم خیلی خیلی آسونه، بسیار آسونه، یعنی همینجوری که دست میزنین انگشت 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 اینجوری میذارین، به اضافه کاملا اینجوری میگیرین، میتونین ببینین که واقعا سینه شما توش یه چیزی داره یا نداره. و این مسئله خیلی مهم. از آزمایشات هم بعد طبیعتا یه آزمایشات بسیار بسیار کاملی ما انجام میدیم که از CBC باید انجام بگیره، متابولیک پنل کامل که همه چیزا رو اغلب شما میکنی این کارو، بعد تمام تست های کبدی باید انجام بگیره، چربی انجام بگیره، تیروئیدی باید انجام بگیره. حضورتون عرض کنم که تمام تیروئید به خصوص TSH و T4 خیلی خیلی مهمه. مورنینگ کورتیزول، یعنی که بین 8 تا 9 صبح برین و از پزشکتون هم بخواین که علاوه بر لپتین کورتیزول هم برای شما امتحان کنن. این خیلی خیلی مهمه توی این داستان چربی که من واقعا. و آزمایش طبیعتا ادرار بعد انجام بگیره، قند 3 ماهه بعد حتما انجام بگیره، اگر این که امکاناتش داشته باشیم دکساسکن بادی فت بشه. ولی من بیشتر قبول دارم که با همون چیزهای خیلی معمولی، و اگر پزشکی بتونه بیمارش رو قانع بکنه که چاره دیگه نداری جز که وزن کم کنی، این بسیار کمک میکنه. البته یه چیزم خدمتتون بگم، یکی از مسائلی که واقعا در طب بسیار بسیار موثره و میتونه کمک های خیلی زیادی بکنه که حتی در بیماری های لاعلاج هم کمک بکنه، اعتقاد به پزشکی. شما زمانی که به یه پزشک اعتقاد داشته باشین، مطمئن باشین حتی اگر خدای نکرده دکتر اشتباه هم کرده باشه حالتون بهتر میشه. این مسئله رو توجه داشته باشین. به اضافه این که من یه مصاحبه داشتم موقعی که همین چند وقت پیش رفته بودم پاریس و بعد رفتم لندن با آقای عرضا نوریزاده، که خب افتخار در اونجا توضیح دادم که کجا رفتم چیکار کردم. اینم عرض کردم که ماها اگر که بخوایم تا زمانی که خودمون نجنگیم که خوب بشیم نمیشیم. و من اونجا یه چیزی گفته بودم که تعداد بسیار زیادی عزیزان نگران شده بودن و مرتب من زنگ زدن. همینطور که اطلاع داری من اولین روزی که در 2001 سرطان پروستات گرفتم اومدم و به همه اعلام کردم من سرطان پروستات دارم. متاسفانه پزشکی که بزرگترین پزشک یورال بود عمل کرده بود
اشکالاتی از اون زمان من واقعا همش درگیرش بودم، ولی هرگز نذاشتم که کسی بدونه که آقا من درگیر این بیماری هستم. بارها خدا رو شاید میدیدم، شاید بیشتر 20 بار به من گفتن بیشتر 6 ماه تا یه سال زنده نمونی. هنوزم زنده هم، هنوزم دارم کار میکنم، هنوزم میام و مطمئنن به خاطر اینکه علاوه بر اینکه خیلی مثبت بودم دنبال درمان های مختلف رفتم. من شاید برای درمان بیماری پروستات بیش از 30-35 نوع دارو خوردم و اگه خدمتون عرض کنم که تا حالا 26 بار عمل جراحی داشتم، هیچ کدوم باور نمیکنه. بلکه هر کی من میبینه تو که همه حالش خیلی خوبه، حالم خیلی خوبه، یعنی واقعا هیچ گونه ناراحتی هم ندارم و همه خیالتون راحت باشه. حالا از دست من راحت نمیشین. اینه که عزیزان بدونه که به هیچ وجه نگرانی نداره. اینه به خاطری که تعدادی که اون برنامه 13 جولای منو با تو خانه پدری با آقای عزیز نورزاده گوش داده بودن، که واقعیت امر اینجا هم باز یه دوری باید بگم، بزرگترین جنایتی که در حق ملت ایران انجام میگیره، چون اونجا گفتم اینجا میگم، اینایی هستن که نمیان با هم دیگه بشینن و با هم دیگه صحبت کنن. علت رفتن سفر من البته به خاطر همین بود که شاید چون هم خدمت اولیا حضرت رسیدم که بسیار بسیار نگران ایرانن، هم شاهزاده نگران ایرانه، و اینا که ادعایی ندارن، اینا که چیزی نمیخوان، این یک گروهی دیگه ان که نه کسایی فالوور زیاد یا کسایی مثلا و یا اینکه نمیخوان، و چون در رادیو تلویزیون های مختلف صحبت میکنن طبیعتا مردم فکر میکنن که نه، پس این یگانگی نیست. خانم و آقایون خدا رو شاهد میگیرم این افراد اگر اینکه با هم دیگه نیان کمک کنن، همینطوری که بارها و بارها شاهزاده اینو خواسته، اولیا حضرت خواستن، درخواست کردن، التماس میکنیم بیاین همگی بشینین و این مسئله رو حل کنین. دومی که من واقعا یه چیزی رو در اونجا گفتم که بازم قدم نمیاد بگم، دوره انقلاب، علتی انقلاب کاملا پیروز شد به خاطر بسته شدن نه تمام ادارات بود، همه نشستن بودن خونه نمیمدن بیرون. اگرم یه مثلا مگه چقدر ما اینجا چیز داشتیم که افراد اومدن بیرون برای رابطه ما یا این چیزا، اگر اینکه افراد بچینن خونه دو هفته سه هفته اطمینان خاطر داشته باشین که این آدمای ظالم، این آدمایی که واقعا چشمای آدم ها رو کور کردن، آدم ها رو ناقص کردن، این همه جوان واقعا شایسته که من تو زندگیم این همه جوان شایسته ندیده بودم توی واقعا تو زندگیم. شما ببینید هر کدوم از دیگری خوشتیپتر، خوشگلتر، باسوادتر، ورزشکارتر بودن، چقدر ظلم بود و چقدر ظلمه اگر این که همگی با هم دیگه دستی کنن. هیچ دلیلی هم نداره کسی بره بیرون کشته بشه. در این به نظر من میتونه همه بشینن خونه دو هفته سه هفته، مطمئن باشین که دولت نمیتونه ادامه پیدا بکنه. این حالا نظر من، البته نظر بزرگانی که تو این کار هستن خیلی خیلی قابل اهمیت تره. حالا بریم سر این که اصولا درمان چاقی چی. درمان چاقی خیلی خیلی چیزهای مختلف حالا بود که یه مقدار خیلی زیاد چونم بهش میگفتیم یویو دایت. این چیزایی که بودن. الان تعداد افرادی که میان و از داروهایی مثل ناتروکسان و بوپروپیون، یه دارویی که با هم دیگه استفاده میشه، و فنترامین که برای که اشتها رو کم کنه، اینا واقعیت هم اینه که من هرگز ندیدم و این بیماری ها متاسفانه ساید افکت بسیار زیادی، مثلا همین فنترامین موجب افزایش بسیار بسیار زیاد فشار خون، بیماری قلبی، انگیزه، نگرانی، عصبانیت، پرکاری تیروئید، گلوکوما یعنی فشار چشم بره بالا. اصلا من نمیدونم که چرا خیلی متاسفانه هستن. یه داروی هست به اسم آریستات که طبیعتاً این افراد که میخورن یه مقداری اصاله این چیزها ایجاد میکنه که ساید افکتاش هم ویتامین ها رو کمتر میکنه و به خود ویتامین هایی که توشون چربی دارن و گاز شکم زیاد میشه. برحال به نظر من اینا رو نباشی خیلی روشون چیز کرد. از طرفی بایستی توجه داشته باشیم که این افرادی که این دارو میخورن اگر
تیروئید و وارفارین بخورن ایجاد اشکال، یعنی باید این تنظیم اینا رو باید درست انجام داد، اگه نخواهیم بکنیم ایجاد اشکال میشه. یا حالا چون اداده های مطمئنه دوای دیگه آقایون دیگه پزشکای و خانمار پزشک و کسی که تو این کار میکنن طبیعتا این چیز رو در نظر میگن. داری هست اسم لوکاسرین داشت 5HT. من این داروها رو که هیچ کدوم اپرویت 100% چیز رو داشتن ندارم و یه سر ممکنه که برم برای اون داروهایی که الان اپرووال برای درمان چاقی گرفتن. من فکر کنم بقیه رو میدیم تو سراغ. حضورتون عرض کنم که داروهایی که الان استفاده میشه و در عرض این مدت همطور که الان دیگه بسیار کمیاب شده و در اگر آسکار هم دیده بودین تعداد بسیار زیادی از هنرپیشه ها استفاده کرده بودن، داروی اولا داروی که اپروف شده ویگوویه WEGOVY، این دارو رو از 0.25 من همش هم میگم که شما بدونیم قصد تبلیغ برای خودم که بخواد کسی بیاد پیش من نیست، به پزشکاتون بگیم بنویسن، هیچ اشکالی نداره که بنویسن. و خصوصا من خوشحالم که این خدمتون عرض کنم که برای افراد چاقی که مدیکال دارن به خصوص الیکر و این چیزا رو دارن، این دارو که در حدود 1200 دلار در ماه این اویلیبله که ما اجازش هم میگیریم خیلی راحت بیمارا گرفتم، یعنی تا حالا من اشکالی نداشتم. البته من بسیار خوشحالم که در ایجاد الیکر من نقش داشتم و در استید رفتم برای اپرووال الیکر در اون زمان، 16 سالم جزء ادوایزری بورد اونجا بودم و هنوزم ارتباط دارم و فکر میکنم که برخلافی که همه فکر میکنن HMO بیمه‌های خوبی نیستن، HMO اگر درست انجام بشه به مراتب از PPO بهتر، برای که چون بیمار دیگه خرج زیادی نمیکنه همه کارا واسش انجام میشه و من اطمینان خاطر دارم که اگر منتها بعضی وقتا بعضی میان تا میاد میگه آقا به این و به این و به این و به این برای من اتوریزیشن بنویس. ببینید شما باید دلیلی داشته باشی که برین اتوریزیشن بگیرین و بعدم اگه نکنیم خب این بودجه تموم میشه، وقتی بودجه تموم شد کی ضربه شد؟ ببینید خود شما. به هر حال من واقعا اشکالی که در چیزایی که این دارو وگووی ممکنه ایجاد بکنه، یکیش اینه که حال تهوع میده، یکی یبوست میده و این دوتا بزرگترینشن. توجه داشته باشید این با داری های سه تا داری که الان خدمتون میگم، اگر بیماری تیروئیدی سرطان مجولار تایروئید خودتون که هیچی، یکی از فامیلای خیلی خیلی دورتون هم داشتن، تمنا میکنم استدعا میکنم نزدیکش نریم و حتما به پزشکاتون بگین که من اینو دارم و این یکی از چیزهایی که بسیار بسیار خطرناکه. دومین مشکل این داروی وگووی اینه که آنزیمای اگه کسایی که بیماری پنکراس داشتن، کرونیک پانکراتایتیس یا پانکراتیس اکیوت داشتن یا هر چیزی داشتن که در بیشتر نباید استفاده کنن، بلکه این بلافاصله ممکنه که منجر به یه مقداری اشکال بسیار بزرگتری در مسئله پانکراسشون یعنی لوزالمعدتون بسره. من استدعا میکنم تمنا میکنم این دوتا رو حتما در نظر بگیرید. اگه دلدردهایی داشتین، اگه دلدرد خصوصا اینجا بوده، دلدردهای خیلی شدید بوده، اینو حتما با پزشکتون صحبت کنید. این به گوی هم دومیش که خیلی خیلی چون اول به گوی رو به کسی نمیدادن استفاده شد و من چندین بارم این افتخار داشتم که جناب دکتر هولاکویی خودشون راجبش صحبت کرده و راجبش هم به من گفتن که باشون صحبت کردیم با رادیوی همراه، اوزمپیک بود. اوزمپیک دارویی که البته این همه تزریقه، یه آمپولای خیلی کوچیکی، انقدر یه چیز خیلی خیلی کوچیک و نازک که اصلا شاید هم اینجا داشته باشم نمونه شو که خدمتون نشون بدم، خیلی چیز آسونیه. به هر حال این داروها رو به شکم میزنن یا اینجوری میگیرین یا اینجا میزنن یا به دوتا
رونا آدم بزنی، نه دردی داره نه چیز. از طرف دیگه چیز دیگری که داریم و که بسیار بسیار مهمه اینه که اوزمپیکو که قبلا برای اصولا در برای درمان بیماری های دیابتیه، دیابت دوه، نه دیابت هایی که اینسولین میزنن، اینو توجه داشته باشید. دیابت نوع یک رو هرگز با این دوا نمیتونید درمان کنیم. استدعا میکنم یه وقتی اشتباهی در این مورد نشه. حضورتون عرض کنم در این مورد وقتی که نگاه کنیم که اوزمپیک اونم باز از 0.25 شروع میکنیم، اونتا عده ماکسیمومش میشه 2، ولی به گویی تا 2.42 هم میره بالا. و داری دیگری که یعنی الان هست و باز داره استفاده میشه مونجارنو که اونم دوای بسیار خوبیه. و ولی هر سه اینا یادمون باید باشه که حال تحول میدن، یوبوست بسیار بد میدن اگر درست خودتون مواظبت نکنین، سبزیجات مختلف، فایبر زیاد، داروهایی اگه لازم باشه برای یوبوست نخورین، از زایمان بدتره. بسیار بسیار واقعا مشکله که اینو داشته باشین. من فوق العاده متاسفم که یکی از عزیزترین عزیزان ما رو که واقعا یکی از دانشمندترین آدمایی که واقعا شاید در این دوره داشتیم، به علت دادن داروهای مورفین که 30 میلی‌گرم مورفین و 2 تا 4 تا اکسیکودان به روزی انداختن که این اصلا غیر قابل تصوره. و من آرزو میکنم که حالشون بهتر بشه، یه جوری بتونن از دست این گرفتاری این مشکلات در بیان. و اینجا باز خواهش میکنم اگه کسایی که دارین از دوای وایکودین و اکسیکودان و این چیزا میخورین، این دارو رو استفاده نکنین، بلکه اگر نباشه بوده بیشتر براتون گرفتاری ایجاد میکنه. مسئله سومی که میخواستم خدمتون عرض کنم مسئله اینه که این داروها رو اگر میخواین استفاده کنین بایستی منظم، داروها هفته یه دفعه فقط زده میشه، در یه ساعت زده میشه و این مسئله میتونه کمک بسیار زیادی کنه. البته یه داروی هم هست که خوراکیشه، رایبرسیس. این دارو نمیدونم دیده میشه نمیشه، امیدوارم که دیده بشه، ولی نمیدونم. این دارو خوراکیشه که از 3 میلی گرم شروع میکنیم، بعد میشه 7 میلی تا 15 میلی بالا. اینم دارو خوراکیه که این هم اوزمپیک دارم، یعنی از این هم میتونی استفاده کنی. من اگر واقعا کسایی که علاقمند باشین، چون تعداد خیلی زیادی از حتی استیت های دیگه اینا در مورد این دارو با من صحبت کردن که ما کامل رفتیم و ریویو کردیم که چیه، آیا برایشون مناسبه یا نه، میتونن آنلاین هم بیان اگر فرصت نداشته باشن که تا اینجا بیان، میتونن تلفن کنن یا تلفنی یا توسط کامپیوتر که ما دستگاه بسیار بسیار مفصلی رو برای این کار درست کردیم. چون من تعداد بسیار زیادی دوستان و عزیزانی دارم در اروپا و واقعا در ایران عزیزمون و در جای دیگه که لطف دارم و بزرگواری میکنم و اگر مشکلی داشته باشم من زنگ میزنم و معمولا تلفنی هم میشه حل کرد. دوره کووید خوشبختانه من همیشه این کارو میکردم، خب خیلی ها ایراد میگرفتن تو چرا تلفنی این کارا رو میکنی، ولی الان دیدیم که دوره کووید این آزاد شد و الان کاملا آزاده و بیمار قبول دارن این چیزا رو، یعنی یه چیزی نیستش که ایجاد اشکال بکنه برایشون. به هر حال این اگر که واقعا بخواین کار درستی انجام بدین و چیز درستی بخواد انجام بگیره، این عملی هست خوشبختانه و میشه که کارهای بزرگی رو انجام داد. اما در مورد این که ما اگه مثل این که خبری از چیزمون نیست، از عزیزانمون برای خبر این جفه نشستن گوش میدن، یا این که شاید هم اصلا نمیدم چجوری، ولی اگر این که تلفن نداشته باشی، من یه مبحثی دیگرم که زیاد میشه و زیاد گرفتاری دارین، اونم سریع شاید بگم، چون بالاخره البته به نظر من
به نظر من این یکی از چیزهاییه که خیلی خیلی لازم که همه شما عزیزان بدونید. من ورتیگو یا اون سرگیجه که همیشه یا اگه یادتون باشه داشتیم، متاسفانه تعداد خیلی خیلی زیادی آدم همیشه گرفتارشن و این گرفتاری ورتیگو موجب شده که آدم ها خیلی وحشت زده میشن، خیلی میترسن در این مورد و فکر میکنن که سلام عرض کردم، بفرمایید. الو، تلفن چجوری باید وضع کنیم؟ الو الو، بفرمایید. بله خب، بودین نتونستم بنویسم. یعنی براتون نتونستن این داره رو بنویسن؟ من نتونستم بنویسم، شما سریع لطف کردین فرمودین، من نتونستم. بله، عذرتون عرض کنم، دارویی که برای این کار از اوزمپیک، او زی ای قبل از اوزمپیک. بله قبل از اوزمپیک. بله اوزمپیک، بله اوزمپیک رو با پزشکتون صحبت کنم، میتونم براتون بدم. البته یه چیز خدمت عزیزان میگم که تعداد خیلی خیلی زیادی افراد به شما متاسفانه چیزو نمیدن، این داروها رو اپروو نمیکنن و گرفتاری بزرگی هم هستش و خیلی مشکلی تا وقتی که اپرووالش باید دکترها بگیرن. خیلی از پزشکان هم با کمال تاسف خیلی حوصله این کارو ندارن که کارمنداشون رو بشنن 2 ساعت تمام برای یه دونه بیمار HMOی که خب فکر میکنن که خیلی زیادم مثلا پولی نگرفتن یا فلان نگرفتن این کار انجام بدن. ولی به نظر من اگر کسایی که دلایل کافی داشته باشن برای این کار میتونن از این دارو استفاده کنن، چون داروهای دیگه کار نمیکنه مگر اینکه واقعا دار شما دنبال یه سری رژیمای بسیار بسیار شدید و درست برین که اونام انجام پذیر هست و اونجا اونام کار میکنه. ولی این دارو، من یکی از بیماران 385 پوند بود، در عرض 4 ماه شد 276، یعنی واقعا اصلا جالب اینه که این دارو اول سایز بدن کم میکنه، یعنی واقعا هر کی میگه آه چقدر هیکلت خوب شده، چقدر بهتر شده، چقدر فلان، بعدن یواش یواش ببینید که وزنم داره میره پایین تر. اینه که من توصیهش میکنم. از چیزهای دیگه چون خط نداریم، من اینه خط سریع عرض کنم چون خیلی زیاد در این مورد نگرانی پیش میاد. میشه این سرگیجه که وقتی که اینا نه بیماریه که جون آدم رو به خطر میدازه نه چیزیه، ولی خیلی اذیت میکنه. این یه حالتیه که فکر میکنه که همه اتاق دوربرش داره میچرخه، مثل چرخ فلکی. بعدم معمولا موقع این اتفاق میفته که شما یه حرکتی به سرتون دادین، از این ور به اون ور شدی یا مثلا بلند شید یا این ور شدی یا این ور شدی، این جریان میشه. این اتفاقات در جریانات که هست، البته دست و توجه به 3 تا عضو محترم، یکی اعصاب، یکی قلب و یکی هم بیماری روانی. این بیماری رو خیلی ها بهش میگن خط داریم؟ بله بفرمیم. من اسم اون دوتا داروی اولی که دکتر گفتم میخوام دوباره تکرار کنم، OZEMPIC. قبل از اوزمپیک دوتا داروی دیگه فرمیم، WEGOVY 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 WEGOVY. آره دیگه بحثتونه دیگه، یا بگم بازم؟ یه دونه دیگه قبل از WEGOVY هم فرمودین. آره
مونجارنو هم هستش M U N J A R N O مونجارنو J-A-R بله بله همه دیگه هست بله بازم خط داریم یا بگم خط داریم بفرمایید بفرمایید تلویزیونتون لطفا ببندین چون صداتون اصلا مفهوم نیست بعدی خواستین جناب دکتر خط داری خانم آقای ما بسیار بسیار معذرت میخوام که امروز جریان تلفن کردن یا بوده صداها بدجوری به خاطر اینکه نمیدونم میکروفون اینجا من چون صحبت کنیم دکتر نیستم کسی هم که بلده نبود که به حساب میکروفون ها رو بس کنه ولی حالا خط داریم بازم بگی ما گوشم رو گذاشته بشنم بفرمیم دکتر بروخیم سلام بفرمیم سلام حال شما سلام دکتر بروخیم علی رضام چطوری سلام علی جان قربانت برم چطوری سلام الان ذکر خیلی جناب عالی خدا صورت تو بالا بگی که رو به دوربین باشی سرت پایینه والا الان من میخوام بگیرم صدا نمیاد همین اشکال همین بود حالا بفرمایید نه میگم فقط صورت تو بالاتر بگی چشما تو تلویزیون تو دوربین باشه تو سرت پایینه آسس. و همه تو صورت تو رو ببینن علی جان علتش این بود که من صدای اینجا خیلی خیلی کمه داشتم گوش میدادم که ببینم چی میگن برای این بود که داشتم سرم برده بودم پایین اگر نه که آره دیگه آکروبات داشتم بازی میکردم اینجا به هر حال معذرت خواستم از بینندگان عزیز دارم نگات میکنم زنده باشی پزشک بزرگ علی جان خیلی از لطفت من آقای دکتر نوریزاده عزیز بسیار از لطف شما و شایسته خانم عزیز سپاسگزارم که خیلی خیلی از من در لندن پذیرایی فرمودین خیلی ممنون خب من فکر کنم که خطو نمیشه بگیریم ببینم وقت تموم شد آره دیگه مثل وقتمون تمومه بله برای خیلی خیلی سپاسگزارم از همه شما عزیزان بازم عذرخواهی میکنم برای اینکه صدا برای شنوندگان نتونستیم درست کنیم من 100% شما قول میدم که دفعه آینده صدای این درست میشه با اینکه سپر عزیز سپر قصوی دوتا اوردر دادن دوتا میکروفون دیگه هم اضافه اوردر دادن که هنوز نرسیده بازم از تون معذرت میخوام و بسیار بسیار عذرخواهی میکنم و شب و روز شما بخیر اگر اینکه امری بود لطف کنید به تلویزیون پارس بفرمایید چه مبحثی رو شما بیشتر دوست دارید که در مورد صحبت بشه که من اون مبحث رو براتون شروع کنم برای چاقی هم استدعا میکنم تمنا میکنم نذارینش همینطوری بمونه برین دنبالش شب و روزش همگی بخیر بسیار از تلویزیون از شما ممنون از آقای مهندس شجری عزیزم که کمک کردن ممنون از خانم دکتر نقوی ممنونم شب و روز شما بخیر یک وکیل یک ایالت